خب دوستان و همراهان همیشگی از گونیه ترکیه در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری مسابقات کشور همبستگی کشورهای اسلامی دلاور کشورمون امید آرامی دلاور از زابل سیستان و بلوچستان باید و بنده آبی در مقابل کشتیگی از ازبکستان قرار گرفته. ببینیم چه میکنه، دیدار رده‌بندی هست، امیدواریم که به مدال برنز برسه. کشتیگی ازبکستان با دونده قرمز ویسوپوف در مقابل امید آرامی دسته هم دیگه کار میکنن. ببینیم درخواست کمکاری دسته کشتیگی ما بهتر داره کار میکنه. همچنان کشتیگی ما رو به جلو هست. ببینیم کی میخوان اقتداری کمکاری رو بدن به کشتیگیره ازبک. ماشالامه رد پاسی همچنان رو به جلو. ببینیم چه میکنه دلاور کشورمون. خب درخواست کمکاری میشه برای کشتیگیر ما. کشتیگیر ما در خاک میشینه. کشتیگیر ما ببینیم امیدواریم در خاک کرسو محکم میشه. تو کشتی قبلش سالتو خود جلومان شاشن بکوف تو کشتی قبلی کشتیگیر ما رو شکست داد. فشار زیادی میاره و هنوز میتونه دیگه سرپا بده. زمان زیادی داد به کشتیگیر ازبک. خب حالا یه امتیاز رو داره که دستش بهتر کار کنه و کشتیگیر ازبک رو در خاک بنشونن. یوسوفوف ببینیم چه میکنه در ادامه کار. دستش تا به اینجا کار که بهتر کار کرده، سرحالتر بوده. کشتی اولش مراکش رو شکست داد. تا کشتی دومش جولامان شاشنبکوف داننده عناوین جهانی تونست کشتیگیر ما رو شکست بده و امید آرامی دلاور زابلی ما به دیدار رده‌بندی رسید. طلای نوجوانان آسیا رو داره در تایوان. طلای تورنمنت پتکو سیراکوف بلغارستان رو داره. طلای نوجوان جهان رو داره در گرجستان، البته در 42 کیلوگرم. خب دیگه داریم به مرز 30 ثانیه میرسیم. اختاری هم داده نخواهد شد. امیدواریم که دست دقیقه دوم کشتیگیر ما بتونه سرعت کشتی رو بالا ببره و کشتیگیر ازبک یوسوفوف رو تو خاکش بنشونن. ده ثانیه تا پایان دقیقه اول این کشتی زمان داریم. امیدواریم که در سه دقیقه دوم طوفانی آغاز کنه. اختار رو بدرم به یوسوفوف و در خاک کار رو تموم کنه دلاور کشورمون. خب سه دقیقه اول کشتی به پایان میرسه. دو کشتی این از مربی خودشون میرن. ای حضرتی عزیز، ای بالی تبار، کشتی لازم رو میدن به امید آرامی. امروز ما سه تا برنز داریم و دو تا فینال. ببینیم چه میکنن. این اولین کشتی امروز بعد از ظهر ما هست در پنج مزه دوم. این بر هم مربی ازبکستان توصیه لازم رو به شاگردشون میدن. 30 ثانیه وقت استراحت پایان پیدا میکنه و دو کشتی برای توشک برمیگردن. ماشاءالله امید، ماشاءالله. خب کشتی آغاز میشه. رو به جلو هست. دستی رکت ببینیم چه میکنه. رد پاسیب کشتیگیر ما دست رو گره گرفت. از اون هم دستی رکت رو به جلو هست. رد پاسیب یه لحظه حالا اومد یه پیچوشک نشون بده با عکس العمل تو بلو. یه لحظه اومد پیچوشک نشون بده ولی خب چون موجه فن بود یوسوفوف امتیازی رد دادن نشد. رد پاسیب
باید مراقب باشه. یک بار دیگه میره برای فن کمر، هنوز نتونسته رو میکنه و تو بلوم. این دومین بار هست که رو میکنه، این دومین بار هست که رو میکنه، ولی خب امتیازی رد دادن نشد. مجری فن یوسف آفپور رد پاسیب راسته هم دیگه کار میکنن رد پاسیب. بله داور درخواست که همکاری میکنه و یک امتیاز میدن به کشتیگیر ما. نچه کشتی یک بر یک میشه. امیدواریم که بتونه بارانداز های خوش رو به اجرا بذاره و خیال هممون رو راحت کنه. تا به اینجای کار هم با همه امتیاز ما برنده میدان هستیم، ولی اصلا امتیاز مطمئنی نیست. امیدواریم که بره برای بارانداز سالتو و هر ترتیب امتیاز بگیره. نچه یک بر یک اصلا مطمئن نیست برای مبارزه با این کشتیگیر. ماشاءالله امیر میره برای لیفت، میکنه، نتونست کامل بکنه. کشتیگیر اوزبک خوب داره مقاومت میکنه، باید بره برای بارانداز. وقتی نمیشه میتونه بره برای بارانداز. فشار زیادی داره میاره. کشتیگیر ما درخواست چالش داده، نتونست. کاش میرفت برای بارانداز. وقتی نمیتونه لیفت کنه، کاش میرفت برای بارانداز. درخواست چالش دادن کشتیگیر ما، درخواست چالش دادن. ببینیم بچه های تیم ملی اون بالا هستن و اعتقاد داشتن که نباید درخواست چالش میدادی. خب ببینیم. متاسفانه بله، تابلو روشن کردن. اولین کشتی است و تابلو هنوز روشن نشده بود. ببینیم صحنه رو یک بار دیگه با هم. البته نمیدونم از این زاویه چیزی مشخص بشه یا نه. اینجا یه لحظه پا رو قاطی کرد فکر میکنم. بله اینجا یه لحظه انگار پا رو قاطی کرد. یک بار دیگه با هم ببینیم. کشتیه ترک روی کشک سی هست و ترک رو دارن تشویقش میکنن. خب ببینیم نظر هیئت چالنج لاس. بله نظر بچه های تیم ملی درست بود، چالنج رو واگذار کردیم. متاسفانه ما یک امتیاز هم از دست دادیم. حالا دو بر یک عقب میفتیم. امیدواریم که جبران کنه کشتیگیر ما. داور روش حساس شده، یک بار تذکر میده که انگشتا رو نگیره. هر دو کشتیگیر جنگنده دارن کشتی میگن. کشتیگیر ما دستش بهتر کار میکنه، لحظه میتابونه، خاک میکنه. متاسفانه کشتیگیر ما میره برای بارانداز. نباید بارانداز بخوره دیگه. فاصله امتیاز ها حالا دیگه زیاد میشه. یه لحظه حالا رو پل نگه داشته، میره برای دومی و بله میره که کار رو تموم کنه. اگه یه بارانداز دیگه بخوره کار تمام هست. نباید یه بارانداز بخوره. رو کرد کشتیگیر ما، رو میکنه کشتیگیر ما. یک امتیاز میتن به کشتیگیر ما بدن. تو بعد شرایطی گیر افتاد، تو بعد شرایطی گیر افتاد و نچه کشتی هشت بر یک. یک امتیاز رو کرد کشتیگیر ما، اون یک امتیاز رو هم ندارن. ما اجازه چالنج هم نداریم متاسفانه. 50 ثانیه زمان داره تا کشتی به نفع خودش تموم کنه، ولی اختلاف خیلی زیاد است. مگر اینکه بره برای فنون بالا. چارتایی سرگردن رو گره گرفته، میره برای فیتو. داور کشتی رو نگه میداره و تذکر میده 40 ثانیه فقط زمان داریم. بره برای فنون بالا، سرگردن رو گره گرفته، فشار زیادی داره میاره. کاش این کشتی رو چند دقیقه، یک دقیقه، دو دقیقه بود تشروع کرده بود. خیلی زحمت کشید، خیلی سعی کرد، کشتی خوبی گره، ولی خب دیر استارت زد، دیر استارت زد، جایی که کار رو تمام کرده بود یوسفوف. داریم مدال برنز رو هم از دست میدیم متاسفانه در وزن 60 کیلوگرم. 14 ثانیه داریم تا پایان کشتی و یوسفوف داره اداره میکنه کشتی رو. چه دست رو گره گرفته. داور بهش تذکر میده ولی نتیجه برای ما نخواهد داشت. 7 ثانیه و کشتی رو متاسفانه واگذار کردیم. خب مدال برنز 60 کیلو را از دست دادیم ما. مدال برنز 60 کیلو از دست دادیم. خب دوستان امیدواریم که دلاور کشورمون در میادین بعدی موفق باشه. سعی خودش رو کرد ولی خب
یه مقدار دیر استارت زد. خب دوستان و همراهان همیشگی، تا درود دیگر، بدرود.